یکی زد من ریکوردو، ریکوردو دیدی؟ یکی ریکوردو یکی زد، من که نبودم. آره من زدم، من ریکوردو زدم. حالا اگه نیست عیبی نداره، من خودم ریکوردو زدم، موردی نداره، فدات شم، اصلا مشکلی نیستش. فقط لنزت حبیب اومدی رو تصویر چطوری؟ ما تصویر رو کنیم اول حبیب حبیب خودی نشون و من هم هستم و من مخلصی. خب هر کی دوست داره اصلا تصویر بده، مشکلی نداره، مشکلی از این لحاظ نیستش. داره ضبط میکنه دیگه، همه رو ضبط میکنه. خب ببینید برگاهی من اینه ها بچه، من میگم خلاصه برداری میکنم، این خلاصه برداری هامه که هی بهش اضافه میکنم، این تهاش الان سفیده خالی داره، هی داره اضافه. بعد نیا کن جزوه ها رو، زخامت جزوه رو ببین، همه رو مو به مو نوشتم. یک بار یه کاری آدم میکنه خیالش راحته، میگه تمام، و امروز هم به امید خدا قدم یک رو داریم. خب دوستان، کیا تازه کارن، کیا تازه اومدن، کیا اولین باره که توی انجمن 12 قدم دارن شرکت میکنن، اینو لطفا بگید. حبیب دیر چی کار میکنی؟ من واسطادم اینجا انتر نیست میکنم. کجی؟ خب این ضبط شما پیدا نکردیم، میتین ستین نمیدونم، میدیا تستین کنترل، من ضبط نمیدونم اینجا ریکورد بزنم. عیب نداره، حالا تصویر خودتو قطع کن بی زحمت، صدات هم اوکی کن، صدات هم میوت کن که بلن بریم. خب دوستان این سوال منو جواب بدید، کیا تا حالا تو قدم ها شرکت کردن و کیا دربارش میدونن؟ یه اطلاعات کلی میخوایم از هم دریافت کنیم که کیا میدونن، چی میدونن، چجوریه، و با هم دیگه این مسیر رو به امید خدا جلو ببریم. بی زحمت اگر توضیحی دارید بنویسید تو چت که من میخوام حرف بزنم، یا مثلا یه به علاوه بفرستید، یا یه ستاره بفرستید که من بدونم کی میخواد صحبت کنه، بهش بگم بیاد بالا صحبت کن و من میوت کنم میکروفونمو. حبیب خودت توضیح میدی؟ الان هیچ کس نظری نداره؟ بچه صدا من رو میشنوید؟ الان تصویر رو دارید؟ خانم مریم نمیشن که تازه وارد هستن، بسیار عالی. خانم من یکی یکی میپرسم اینطوری، بچه یه ذره فعال باشید، میپرسم جواب بدید. الان کیا از قدیم این دوره رو گذروندن؟ حسین جان، حبیب جان، سهرا، مریم، شما چی؟ علی جان من گذروندم. خب اوکی، بسیار عالی، تازه واردی. حسین عزیز، خانم سهرا اگه نمیتونی صحبت کنی بنویسید، هیچ موردی نداره که شما بخواید صحبت کنید، من جاتون صحبت میکنم. خب بچه یه ذره فعالتر باشید تو محیط که بتونیم. خانم مریم نوشه من تازه بایدم. حبیب جان برای ما تعریف کن، الان میکروفونتو باز کن. حسین جان میکروفونتو ببند. بچه میکروفونتو کنم بسته باشه. خانم سهرام میگن که به تازگی آشنا شدن. من دست و پام شکسته تا قدم 3 رفتم اما دیگه راهنما ندارم. خب اب نداره، از 0 شروع میکنیم، راهنما من دارم خانوم که میتونه کمکتون کنه و مطمئنم هستش، میتونید باشون مدت ها زمان بگذارنی رو بیر جلو. از قدم 0 داریم شروع میکنیم و آروم آروم میخوایم بیاریم جلو. قدم 0 دیگه امروزه. حبیب جان برای ما تعریف کن 12 قدم چی بهت داده، چی ازت گرفته، چی شده؟ ما هستیم. 12 قدم به طور کلی نگرشم و نسبت به خودم، اطرافیانم، حتی طبیعت، همه چی تغییر داده. یه چیزها رو ازم گرفته، یه چیزها رو داده و هنوزم که من تو کشمکشم توی یک چیزا از 12 قدم استفاده نمی کنم.
به من یاد داده که تو آزادی و هر چیزی که به دست میاری انتخاب خودت. خلاصه شما صدا میاد علی جان؟ علی صدا ضعیفه؟ علی جان صدا میاد؟ صدا میاد علی؟ آره صدات میاد. من میکروفونم میوت بود، داشتم مدام حرف میزدم، صدامو نمیشنیدی. آره صدات میاد، آره دارم. بچه ها میگن ضعیفه. من در حد یک 30 ثانیه گفتم که 12 قدم بهم یه چیزایی ازم گرفته، یه چیزایی هم بهم داده و نگرشم رو نسبت به خودم، به اطرافیانم، به طبیعت، حتی به همه چیز عوض کرده. و تانچیزی که من یاد گرفتم اینه که من هر کاری که دارم میکنم، خوب و بدش، خوشی ناخوشی، انتخاب خودم دیگه. این خلاصه است. قشنگ بود، مرسی. حبیب جان میوت کن ببینیم بقیه بچه ها نظر چی دارن. بذار دو نفر اضافه شدن، دوستان عزیز که اومدن، خیلی خوش اومدن. آقای سعود، اگه شما کنم آقا باشن، سعود 12 12 اومد، داوود آنونیموس اومد. داوود آنونیموس، شما قبلا این دوره رو گذروندید، قسمت جلسه اول از 12 قدمه. سعود جان واسه داوود جواب بده، من دارم میبینم دست تو، بعد بهت میگم که چجوریه. بعد از داوود شما بیا بالا. داوود میکروفونت خاموشه، اومدی بی زحمت میکروفونت رو روشن کن، برامون یه توضیح بده. اگه 12 قدم گذروندی که گذروندی، برامون بگو از تجربیاتت. اگر هم نگذروندی که بهمون بگو باز دوباره. من میخوام ببینم با کی طرفم، چجوریه بچه ها، وضعیت چجوریه، با هم یه گپی بزنیم امروز. سلام، شب بخیر علی آقا، با دوستان شکر. من آره 12 قدم 12 تاش کار نکردم، ولی با از سایت قدم های روحانی که شما داشتید به استودیو همراه، از اونجا من دانلود کردم وایسا رو، یه مقدار کار کردم آره، و واقعا کمک کرد تو زندگی به من، دیدگاهم عوض کرد نسبت به خیلی چیزا، و همین که نگرشم عوض شده. و من خدا شکر میکنم که من از طریق سایت شما با این مسائل آشنا شدم. قبلا جلسات و حضوری و اینا میرفتم، مثلا چیزی درستم رو نمیگه، واقعیت امر اینه. ولی بعد از اینکه این وایس ها رو من دانلود کردم و گوش کردم و یک و دو شما رو از آپارات من دنبال کردم، خیلی کمک کرده به و طریقه آشنایی اینجوری بود. مرسی داوود جان، دمت گرم، خدا قوت. به امید خدا این مسیر رو با هم دیگه میریم جلو و خیلی میتونه کمک کنم. بچه سوالی داشتید تو چت بنویسید، من سوالتون رو میخونم و اگر خودم تونستم تجربه داشتم میگم، نداشتم ازتون کمک میگیرم. خب سعود 12 12 بیا بالا، میکروفون در خدمت شماست. با سلام، سعودم الکلی، خسته نباشید میگم به شما، دوستان خدمت گذار و همه اعضای حاضر. 12 قدم ما 12 قدم کامل کار نکردم، ولی بگی نگی یه آشنایی، یه تجربه که از شما دوستان گرفتم. 12 قدم میخواد منو با خودم، این تجربه شخصیمه که من امروز به کمک این ابزار 12 قدم با خود واقعیم روبرو میشم، که همه چیز تو وجود من سعود بیرون از خودم دنبالش نگردم. این بود تجربه کوچیکم. ممنون، دمت گرم، ممنون، مرسی. بچه ما دور هم جمع شدیم که به هم یاد بدیم، قرار نیست کسی
بگه من بلدم، من میتونم. ببین یه روش ثابتیه، یعنی یه چیز آگاهیه 12 قدم که هر روز داره خودش رو رشد میده. یعنی چی؟ حالا توی مسیر اینو کامل متوجه میشیم. من متدی که آموزش میدم، راهی که یاد میدم اینطوریه که خط رو میدم، خود شما باید بقیهش رو برید. یعنی دنبال این نباید باشی که من تا آخر عمر بگم که این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکن، این رفتار درسته، اون رفتار درسته. اینطوری نیستم. خط رو میدم، ماهیگیری رو یادتون میدم، خودتون میدونید و مسیر زندگیتون. و خب خیلی چیزا هست که باید در کنار هم تقویتش کنیم و از همدیگه یاد بگیریم. شاید من سنم از همتون کمتر باشه، ولی این مسیر اصلا به سن نیست. یعنی سن، منظورم سن هوشیاری خیلی مهمه. ممکنه خطاهایی کرده باشیم، ممکنه رفتارهایی نشون داده باشیم که خوب نبوده، همه اینا تو گذشته ما بوده. و من بحث هایی که می کنم، مخصوصا توی قدم دومون که قدم بسیار طولانی هست، آشنایی شما با ذهنتونه. یعنی سعی می کنم توی قدم دو ذهنتون رو بهتون معرفی کنم چی هست، با چی طرفید و با این معجزه‌ای که خدا در اختیارتون گذاشته چه کارهایی که نمیتونید بکنید. و وقتی آگاه بشید به این موضوع، خیالتون جمع میشه که چه قدرتی دارید درونتون. قدم یک قدم شروعه، قدمی که به قولی میگن افتادن اون قطره از اون بالا روی سطح یه دریای خیلی بزرگه. حالا اون قطره چی بوده، از کجا اومده، اصلا چرا باید قطره بشه و ماهیت وجودی من چرا باید اینطوری بشه، برای هممون سواله. بازم میگم اینجا کسی برتر از کسی نیست. من که الان دارم آموزش میدم فقط مسئولیتش رو بر عهده گرفتم، وگرنه همه تون میتونید این حرفا رو بزنم. گفتم یه تیکه کاغذه، این کاغذه که از روش میتونید بخونید و هر کسی میتونه اینا رو بگه، فرقی نمیکنه. مهم اینه که آگاهی پیدا کنیم و اون آگاهی رو ارزش بدیم. من یک سری از کلمات انگلیسی استفاده میکنم، کلمات بین المللیه، کلماتی نیستش که بگیم نه فقط مثلا مخصوص منه، نه همه جا استفاده میشه. اولین کلمه این که میخواییم با هم کار کنیم اسمش اینتگریتیه. اینتگریتی بچه ها لطفا یادداشت کنید، یه دفتری داشته باشی کنارتون که بنویسید. من خودم هم باز مجدد اینجا یادداشت میکنم. یه هارون اومد. هارون خیلی خوش اومدی، من نمیشناسم. این میکروفونت باز، خودتو معرفی کن تا اولین اصل رو برات بگم. خودم هم الان دارم یادداشت میکنم. اومد هارون. سلام یا سلام علیکم، صدای شما رو ما داریم. سلام و درود خداوند بر شما. قربونت برم. سلام یا شاکر، خوبی؟ ازدن سالمی؟ قربونت بشم، سالمم. تو چطوری؟ قربونت برم آقا، شرمنده دیر وقت استاد کنم، تازه اومدم از راه. خوبی شما؟ سالمی؟ قربون تو برم، در خدمت شما هستم. تا شما بیایید. درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما. آقا 12 قدم گذرندی شما؟ نه 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 نه. خیلی خوب. من یک سری آموزش های مقدماتی هست که از روی یه جزوه است. خودم هم علی آقا ببخشید. این هارون آموزش 12 قدم دیده. آره اون عملیشون اینا میگن که ما کار نکردیم. اینو خواستم بگم. آره ببخشید. باشه باشه درمش کرد. خب هارون جان برای من تعریف کن چه گذشته بر تو، چه گذشته بر تو در 12 قدم، چه بلدی چه بلد نیستی، چی شده، چی دیدی چی ندیدی. با سلام مجدد هارون هستم الکلی. قربون شما، سالم باشید، ممنون، متشکرم. حقیقتش 12 قدم چی بگم والا، شما اساتید محترم منو غافلگیر کردید، ولی در کل اینو میخوام بگم که مستد اینجا نداریم هارون جان، خودمونیم، 4-5 تا رفیقیم.
سپاسگزارم از خداوند که این فرصت رو بهم داد که در خدمت شما دوستان باشم و این فرصت رو بهم داد. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. و یک حقیقتش کل 12 قدم معفو بشه اینه که تو یک آگاهی کسب بکنی، یک آگاهی کوچیک. حالا بسته به برداشت من از قدم ها داره که اینی که من یک جورایی بتونم یک خود آگاهی کوچیک، خدا آگاهی بزرگ تقریبا میشه گفت، و این که بتونم از این بحرانی که تو زندگی من قبلا وجود داشت، بحران ذهنی، فکری، روحی، روانی، حتی همون جسمی هاش، الان احساس میکنم تقریبا 70% این بحران رو من پشت‌سر گذاشتم و یک جورایی یک تعادل کوچیکی وارد زندگیم شده. خدا رو خیلی سپاسگزارم و دمش گرم. و در کل اینو میخوام بگم که خیلی خوشحالم از این 12 قدم الکلیل ها، مخصوصا الکلیل ها، چون که نمیخوام حالا یک تبعیضی بین این جریانات قائل بشم، ولی در کل اینو میخوام بگم که الکلیل ها میخواد مسئله رو رک و پوسکنده با من در میان بذار، با من الکلی. و اگه میخوایی آقا بیایید، ما دو راه میگه بیشتر نداریم، یا این ور یا اون ور. متوجهی؟ آره، ما دو راه نداریم، فقط یه راه داریم. و تو این راه اومدن هم یک کمی شهامت میخواد، جسارت میخواد و ایثار میخواد، اینی که بتونی کمک کنی به دیگران، خودت از دیگران کمک بگیری و این آگاهی ادامه داشته باشه. در غیر این صورت اگر من از این تو این مسیر نباشم، یه چند روزی رو، چند هفته رو جدا باشم از این جمع، قطعا اون هوشیاری من از بین خواهد رفت. ولی تا مادامی که در کنار این برنامه و در کنار این دوستان و کتاب الکلیه هستم و قدم های الکلیه هستم، دقیقا خدا لمسش میکنم، یه جورایی احساس میکنم تو تمام مراحل زندگی من خداوند حضور داره، لمسش میکنم، احساس میکنم منو داره حمایت میکنه. و از این جریان خیلی از خداوند سپاسگزارم. ممنونم. بسیار بسیار خب، عرضم به خدمت شما که خیلی خوش اومدید تک تکتون. دوستانی که دارن ما را الان میبینن، میشنون، در آینده با ما قراره ارتباط بگیرن، ما متشکریم، خیلی مخلصیم. خب حالا سوالی که من ازشون دارم، آیا کسی درباره اینتگریتی میدونه؟ اینتگریتی چی هست؟ کسی بلده؟ نه. خب بچه ها میکروفون ها رو قطع کنید لطفا. اگر کسی اطلاعات داره من تو چت هم الان دارم میبینم، همون تو چت بنویسید بله یا خیر. خب حال مریم نه، نمیدونم. بچه ها اینتگریتی یعنی قول دادن به خودمون، یعنی من قول به خودم میدم و به اون قول عمل میکنم. اوکی؟ کاری با این نداریم که حاشیهش چی میگه. میگه متعهد باش به خودت، به حرفی که میزنی، به کاری که میکنی، به راهی که میخوای بری، به هر کاری که میخوای بکنی متعهد باش. زیر قولت نزن به هیچ عنوان، تحت هر شرایطی اون کاری که بهش قول دادی رو انجام بده. بهونه نیار، دروغ نگو، غیبت نکن و همه اینا جزء اینتگریتی میشه. اینتگریتی جذابیت های خودشو داره. هر کسی 12 قدم رو با توجه به درک خودش یاد میده. درسته من یک سری اطلاعات خوندم و اینا، ولی هر سری توضیح میدم یک سری موارد جدیدتری به ذهنم میرسه، میگم که اینا رو هم بگم، شاید به درد بخوره، خوب باشه و بیشتر بتونه کمک کنه به مردم. خب قطعا این کمک کننده است، قطعا این تفکر میتونه راهگشا باشه برای آگاهی دادن. ما میخوایم آگاهی بدیم به هم، نمیخوایم اجبار کنیم همون. پس اینتگریتی شد قول دادنمون به خودمون. حالا بریم سراغ این بحث. من گهگاه از این کلمات توضیح میدم. حالا مثلا کلمه بعدی که میخوام بگم و بعد از این پاراگرافی که توضیح دادم براتون میگم. ما موضوعمون از اونجا شروع شد که
از دنیای پاکی به اسم وجود خدا که در یک جایی که نمیدونیم کجاست کنده شدیم و اومدیم توی یه جایی که بازم نمیدونیم کجاست. یعنی ما کلن نمیدونیم کجاییم دقیقا. از اونجا اومدیم ولی میدونیم اونجایی که اول بودیم جای خوبی بوده، یه وصلی بوده. حالا خیلی ها برمیگردن میگن ما خودمون انتخاب کردیم بیایم اونجا و وارد یه دنیایی شدیم به اسم دنیای رحمی، که توی دنیای رحمی اتصال خون و روح با هم شکل گرفت. روح ترکیب شد در خون و اینها همه در بدن یک انسانی بود که بسیار عاشق ماست به نام مادر. مادر تنها موجودی روی زمین، یعنی اون زنی، دختری، اون دوشیزهی که تبدیل میشه به مادر، تنها انسانیه، تنها موجودی روی زمین که دو تا روح توی بدنش تونسته به وجود بیاد. یعنی میخوام بگم پتانسیل این موجود چقدره و اگر درک نمیشه دلیل بر این نیست که اون پتانسیل رو نداره، دلیل بر اینه که ما درک اون رو به عنوان مادر نداریم. و ما به دنیا اومدیم، روی زمین اومدیم، شکل گرفتیم، زندگی کردیم، صدمه ها زدیم، شادی ها کردیم، غم ها خوردیم، سنی از همون گذشت، ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، بچه بزرگ شد، بچه دار شد و همینطوری شکل گرفت و تا اینکه ما از این دنیا رفتیم. سوال ازتون میپرسم، تا الان که روی زمین هستی، تا هر سنی که داری، چه چیزی از خودت روی زمین به جا گذاشتی؟ دوستان لطفا این سوال رو بنویسید و سوال خاصی نیست. من سوال زیاد تو دوازده قدم بیشتر سوالاتی بپرسم که باعث هوشیاریمون بشه و بدونیم چی کار کردیم روی زمین، چون مایی که نمیمونیم، اون کاری که ما کردیم میمونه. حالا این کاره میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. بد و خوب چیه اصلا که اینها رو بعد جلوتر توضیح میدم براتون. بله اینا هم میشه. حالا مریم میگه بدی، خوبی، خشم، لذت و هر چیزی رو ما روی زمین انجام دادیم. خب پس سوال چی شد؟ گفتیم چه چیزی تا به امروز از خودت روی زمین جا گذاشتی؟ خیلی راحت پاسخ بدید به این سوال. چی از خود جا گذاشتی؟ برگردیم سراغ دوران رحمی. ما تو رحم بودیم، مادر بودیم و هیچ وقت به این مسئله فکر نکردیم که آیا من دوتا دستم با هم رشد میکنه؟ آیا من انگشتام سالمه؟ آیا ستون فقراتم سالمه؟ یه حرفی میخوام بزنم، ما به هیچ کدوم از این نگرانی ها فکر نکردیم. ما تنها به این مسئله فکر کردیم که وقتی به یک خالقی که خیلی بزرگتر از ماست و ما نمیدونیم کیه و ما میدونیم کیه، ما به اون خالق وصل شدیم و نگرانی نداشتیم. دوران رحمی خیلی جذاب بود که بدون اینکه نگران باشیم داشتیم کیف میکردیم، حالشو میبردیم، خیلی راحت بودیم، با کل دنیا تو تعادل بودیم، با محیط خود، با محیط که همون رحم مادر باشه، تو داخل بدن مادر باشه، خودمونو وفق دادیم. تا حالا براتون سوال نشده که بچه‌ای که توی اون شکم مادر هست، این اکسیژن چجوری بهش میرسه؟ بچه‌ها برید تحقیق کنید، از کسایی که زیست خوندن، پزشکی خوندن، بپرسید. مو به تنتون سیخ میشه که این هوا چجوری وارد بدن بچه شده و بچه چقدر قشنگ خودشو با اون محیط وفق داده که الان نگران هیچی نیست. یعنی اون موقعی که تو شکم مادر بوده اصلا نگران نبوده، حالش خوب بوده و زمان و اونجا اتفاق بد که نه، در از اونجا یه اتفاقی برای ما میفته که ما 9 ماه از زندگی و از شروع خلقتمون رو تو شکم مادریم و وقتی که جدا میشیم از اون ماجرا شروع میکنیم گریه کردن.
آره، سود میدونم از همونجا تغذیه میشه، ولی بهش فکر کن ببین چطور بدن بچه داره این اکسیژن رو میگیره سریع و تبدیل میکنه به اکسیژن زیستی اون بچه. ببین چقدر قشنگ، بدون البته یک علمی پشتش هست، ما نمیدونیم، چون نمیدونیم میگیم که نیستش، و اون بچه چجوری خودش رو وفق داده و توی اون شرایط داره زیست میکنه، زندگی میکنه. و به قولی برای من جذاب بود که وقتی بچه، چون اونجا اکسیژنی نیست دیگه، میاد بیرون شروع میکنه با دهنش نفس کشیدن، با بینیش نفس کشیدن، نفس رو میده بیرون، میده داخل، ششهاش پر میشه برای اولین بار و شروع به گریه میکنه که اینجا کجاست، من اومدم، و نمیدونه کجاست. و مادر آغوشش رو باز میکنه، محبت میکنه و اولین آرامش بچه رو از طریق مادر اینو داریم. قطعا همینه. و جذاب این موضوع، خیلی ها میگن خب علم دیگه مشخصه، ولی چرا این اتفاق رو ما ماورایی میخونیم؟ به خاطر اینکه بحث روح وسطه، بحث روح مطرحه، روحه که فیلم هایی درست شده تو هالیوود که بچه هایی به دنیا میان که روح درونشون نیست، و خیلی قشنگ شبیه سازی کردن که این آدم اصلا احساسات درونش شکل نگرفته و ما تمام تعجبمون از سر همین روحه، از همین اون قلبه. حالا اصطلاحاتشو تو قدم دو به بعد میگم که درباره چی میخوایم صحبت کنیم. و این روحه برامون عجیبه، وگرنه از نظر علمی کاملا درست در میاد و اینا. خب بریم سراغ بچه‌ای باشیم که به دنیا اومده و اولین گریه‌ای که میکنه مادر بغلش میکنه، آغوشش میگیره و بچه رو آروم میکنه و بهش کم کم حالی میکنه که کجا اومدی و اینجایی که اومدی چه قوانینی داره. اولین قانونی که توی دنیا بهش میرسیم، یعنی ناخودآگاه انسان بهش رسیده، قانون جاذبه است که اگر یک خودکار رو من از هر فاصله ول کنم میفته زمین. دومیش قانونهای فیزیکه. سومیش قانونهایی که در عکس العمل رفتار و تعامل میبینی که روانشناسی میشه. چهارمیش قانونهایی که تو با خودتی، و دسته بندیش به این صورت میشه که ارتباطها، ارتباط ما با خودم، اولین ارتباط من با خودمه، ارتباط بعدی من با دیگرانه، ارتباط بعدی من با خداه، ارتباط بعدیمون با زیسته، و ارتباط های ما قوانینی هست که روی این زمین وضع شده. تو قدم هفت جلوتر ما درباره یک چیزی به اسم فروتنی میخونیم، آشنا میشیم باهاش که چقدر جالبه، که درباره این کل این قوانین رو از هم میپاشونه. یعنی میگه اصلا هیچ قوانین دیگه وجود نداره، دنبال چه قانونی هستی، چی میخوای آرومت کنه، و متوجه میشی که چقدر نمیدونستی. و من خیلی دوازده قدم رو دوست دارم فقط به خاطر این قوانینی که توش وجود داره و جذابیت هایی که توش داره موج میزنه، به واسطه اینکه هر روز و هر ساعت داره خودشو آپدیت میکنه، به روز میکنه و جالب میشه برای آدم. پس سوالی که ازتون پرسیدم این بود که چه چیزی تا به امروز از خودتون روی زمین به جا گذاشتی؟ سن که بالاتر میره، کم کم اون آغوش مادر که باعث آرامش مادر و جدا شدن اون بچه از گریه کردنش میشه، تبدیل میشه به یه عروسک، تبدیل میشه به یک ماشین. یعنی اینطوری بهتون بگم، این بچه که روی زمین میاد، خب بعد از کی یاد بگیره که ناراضی نباشه؟ ناراضیه، این همچنان ناراضی، از این ناراضی، از اون ناراضی، از همه چی ناراضیه، همه چی باعث میشه که حالش بد بشه. و چون مادر پدرها خودشون ناآگاه هم فکر میکنن با عروسک دادن خوب میشه. بچه ها بحث نیازهای زیستی مثل خوراک، پوشاک، اینا رو اصلا نمیگم. تو لازم داری غذا بخوری، ولی اگر زیاد غذا بخوری پرخوری، اگر کم غذا بخوری خب سوء تغذیه داری. تو نیاز داری که لباس بپوشی، ولی اگر زیاد لباس بپوشی، زیاد لباس بپوشی، خب طمع خرید لباس داری. و خب ما میخوایم درباره همین مسائل در آینده صحبت کنیم. مسائل زیادیه، سوالهای خیلی زیادی تو ذهنتون همین الان به وجود اومد، ولی اگر صبر کنید
هر هفته یا هفته یکی دو بار ما این برنامه رو داریم و سعی میکنیم که هر جلسه یک ساعت باشه که زیادم فشار بهتون نیاد و بتونید این فایل ها رو که من تو آپارات هم آپلود میکنم بتونید مجدد گوش بدید و سوال هاتون رفع بشه. بچه ها علت این جدایی، یعنی علت این دردها و این رنجها و این که ما بچه رو با یه عروسک آروم میکنیم اینه که این بچه گفتم که از رحم مادر به دنیا اومده و اومده توی یه دنیا و با دهنش نفس کشیده و اکسیژن وارد ریه‌اش شده و حالا جدا شده. از کی جدا شده؟ از خالقه. قطعاً تا به امروز توی این سن و سالی که دارید وقتی حضور خدا رو حس میکنید انگار نه گشنتونه، نه تشنتونه، نه چیزی میخواد و انگار با کل این دنیا یکسان شدید. و من میخوام با شما صحبت کنم در این زمینه که الان این بچه اینجاه، یه عروسک این وسطه و اینم خداست که این بغله. اوکی، اینا نماده، اینا هر کدوم نماده برای اینکه شکلش رو من سه تا دست ندارم. پس شد بچه، عروسک یا اون وسیله، لباس، خواب، پوشش، هر چیزی که این وسط هست میمونه. بعد خدا، یعنی میگه اول نیاز منو تامین کن بعد من میرم سراغ خدا. حالا ما با این مسئله روبرویم و خب اگر نمیبینیدش به خاطر اینکه تازه باهاش آشنا شدید، اگر روی همین مسئله مدت ها فکر کنین میبینید که این بوده، این هستش و مردم نمیدونن اینو. وقتی آگاه میشیم، اطلاعات به دست میاریم و متوجه این موضوع میشیم، برامون سوال میشه. اولش که میگیم نه، ما این کارو نمی کنیم، نه عروسکی نیست، من یه سیگار میکشم دیگه، سیگارم نکشم، یعنی میگه سیگارم بده. اصلا اینجا چیزی نمیگیم بده، بحث بدی خوبی نیست. اون عروسکه، اون پوله، اون دخترایی که کنارتون عذرخواهی میکنن تو جمع بانوان هستن، ولی خب اون آقایونی که کنارتون هستن و و و و و و یک روز بذارشون کنار. همه ی حرف من همینه، یک روز بذار کنار اون سیگاری که داری میکشی، یک روز بذار کنار اون محبتی که دائم داری میگیری رو، یک روز بذار کنار. به طرفت بگو محبت نکن، یک روز بذار کنار. هر چیزی که فکر میکنی این حس رو درون تو به وجود میاره که مانع تو و خدا شده رو بذار کنار. حالا چجوری اینا رو پیدا کنی؟ من با تجربه و با آگاهی که هر روز به دست میارم این ضرایب رو بیشتر مشخص میکنم، یعنی بیشتر شناساییشو میکنم. هر روز دنبال این میگردم که اون وسیله ها رو، اون چیزه رو، اونو پیدا کنم و هر وقت که اونو میذارم کنار یک کلمهی برای من به وجود میاد به اسم هوشیاری. یعنی من هوشیار میشم نسبت به دنیام و من لذت بیشتری میبرم از دنیا. چرا نبرم؟ حقمه، باید ببرم. خدا منو برده روز زمین که لذت ببرم، ولی با هوشیاریم. من هوشیارم که لذت میبرم از این ماجرا. هوشیاریم به من آرامش میده، منو با کل دنیا یکسان میکنه. هوشیاری در کتاب الکلی های گمنام به اسم سابرنیتی معرفی شده، S-A-B-E-R، سابر. صابر کسی رو میگن که هوشیاره. بچه ها الان میخوام یک آگاهی به شما بدم، یک تجربه که خودم استفاده کردم و تونستم مسکنم رو پیدا کنم رو به شما معرفی میکنم. لطفاً این رو حتما یادداشت کنید. ما از این به بعد به هم قول میدیم، یادتون باشه قول دادن اینتگریتی میاره، یعنی ما اینتگریتی این قول دادن رو برای همدیگه داریم که چی بشیم، که چی کار کنیم. اولین کاری که باید در 12 قدم انجام بدیم تا برسیم به هوشیاری و پیدا کردن اون عامله که من رو از خدا جدا کرده، از این به بعد هر کاری که داریم انجام میدیم از خودمون میپرسیم چرا؟ چرا من دارم این کار رو انجام میدم؟ من الان دستم یه خودکار گرفتم، چرا این خودکار رو گرفتم؟ نمیدونم، میذارمش کنار تا وقتی دلیلش رو پیدا کنم.
وقتی میذارم کنار میبینم ای بابا باز نیاز دارم بگیرمش. چرا الان دستم رو گذاشتم اینجا؟ خب نمیذارم. بعد خودکاره دستمه. باز میام حرف میزنم باز اومد. خب این عادته چیه؟ من مثال خیلی ساده ای زدم. الان چرا اینجا رو خاروندم؟ چون خارش گرفت. دلیل داشتش. اوکی؟ حالا مثلا توی حرفا، تو رفتارا، من دارم غذا میخورم، روی غذام نمک میریزم. چرا نمک زدم؟ میبینم عادت کردم به این موضوع. اگه نمک نزنم چی میشه؟ حالم بده. اون غذای به هم نمیچسبه، لذت نمیبرم. بچه با همین جزئیات لطفاً خواهش میکنم این جلسه رو بگذرونیم تا آخر عمرتون. اگر اینتگریتی داری، این تکنیک هوشیاری، بچه ها همه این صحبت هایی که ما داریم میکنیم در روانشناسی اسم هایی دارن. من علاقه شدیدی به روانشناسی دارم چون قدم دو قدم ذهنه. تو باید ذهنت رو بشناسی، تو باید با ذهنت چالش کنی، باید بتونی ذهنت رو بپذیری و من عاشق ذهنمم چون بسیار کمکم میکنه. ولی با هوشیاری اولین قدمش اینه که بدونی دلیل کارهایی که داری انجام میدی چیه. چه کاری رو داری که چرا انجام میدی؟ اسم انگلیسی این کار STPه، تکنیک STP، یعنی استوب تینکینگ اند گو. یه لحظه وایسا، فکر کن و ادامه بده. ببخشید من گفتم STP نیست. من اینقدر این چند روز با بحث نرم افزارهای مهندسی مکانیک کار کردم همش سرم فرمت های نرم افزار مهندسی رو میبینه. STG جی داره آخر. من خودم تعجب کردم اونها STP پس پی گو میشه جی داره اولش که STG. تکنیک STG، استوب تینکینگ اند گو. وایسا یه لحظه. چرا داری مسواک میزنی؟ به خودت بگو جواب بده. چرا داری سیگار میکشی؟ چرا داری الکل میخوری؟ چرا رابطه جنسی برقرار میکنی؟ چرا غذا میخوری؟ چرا میخوابی؟ چرا کتاب میخونی؟ همه چیز رو از خودتون سوال بپرسید و لطفاً تمام چیزهایی رو، تمام مواردی رو که شما در اون به جواب نمیرسید رو در دفترتون یادداشت کنید. حتما یک دفتر با یک خودکار آبی و یک قرمز کنارتون داشته باشید تا درباره این مطلب. ببین بچه این همه ما صحبت کردیم، من تازه دو خط این بالا میارم، دو خط از قدم یک رو براتون گفتم. البته نگفته نمونه که صحبت‌های خیلی زیادی انجام شد، با دوستان آشنا شدیم، ولی خب اصل ماجرا همینه. یعنی من این همه نوشتم همش دل همینو میگه، ولی خب هی داره توضیح میده با روش‌های مختلف. دوستان دو دقیقه بهتون آنتراک میدم، لطفاً اگر سوالی دارید داخل چت عنوان کنید، من پاسخگو هستم. آره حسین جان حتما تماس بگیرید، واتساپ تماس بگیرید، با هم حرف بزنید. خب از اونجایی که مشخصه سوال خاصی نیست، پس میریم ادامه. خانم مریم میگه ما میگیم باید بپذیریم ولی فقط گفته میشه من شهامت پذیر. نه الان درباره پذیرش اصلا صحبت نکردیم خانم مریم، ما الان به هیچ عنوان درباره پذیرش حرف نمیزنیم. من فقط ازتون یه خواهش کردم، یکی
بله خانم صحرا، اونهایی که ما نمیدونیم مسکنه باستن. ولی خانم مریم لطفا اصلا جلوتر نرید. بچه ها میدونم این دوره رو گذروندید، همتون هم حرفه‌ای هستید، ولی گفتم هر استادی، استاد که نه، هر فردی که ادعا میکنه بلده، با روش خودش میاد جلو، با روش خودش این مسیر رو یاد میده و خب این مسیر از دیدگاه های مختلف داره جلو میره. بستگی داره که شما چجوری بخوای. نه عزیزم، برای کل عمرمونه. تکنیک STG Stop Thinking and Go برای کل عمرمونه. ما در مسکنام اگه تموم میشن، مسکنات تا ابد ادامه دارن و ما باید مدام هوشیار باشیم و این هوشیاری رو به دیگران انتقال بدیم. خب اصلا نگران نباشید، قرار نیست که کامل باشید. دوستان پرسیدن که حالا مثلا اگه نتونیم اینو کنترل کنیم چه اتفاقی میفته، میگیم که نگرانی وجود نداره برای این موضوع. بچه حالا خیلی جالبه که من مثلا مسکنم یه زمانی کتاب خوندم بود، کتاب خوندم به جایگاه رسیدم، خیلی قوی شدم و اینا، خیلی جالبه، خیلی قشنگ. این دقیقا همونی که گفتم آقا برای چی داری میخونی و خودم نمیستم برای چی دارم میخونم، فقط میدونستم اگه نخونم حال بد دارم. گفتم مطالعه کتاب میخونم، مطالب میخونم، به یه جایگاهی رسیدم که آقا بحث آقای مهندس مطرح شد، آقای دکتر معرفی شد و ایشون رو سر ما جا دارن و اینجور چیزا، و اتفاقی به اسم غرور رخ داد و در غرور دیگه اونجا صاحب سبک شدم. من میدونم، من بلدم. و خب صدماتی ناشی از این موضوع رو به افرادی که دوروبرمون هستن میزنیم، غرورمون رو به رخ میکشیم. میخوام بگم اگر به رفتار خودمون دقت نکنیم چه اتفاقاتی میفته. با سواد، بی سواد، پولدار، بی پول، برای هر کسی غرورتو به رخ میکشی. ما به واسطه اینکه نمیدونیم اون عروسکه که بین من و خدا فاصله انداختن شاید درس خوندنم باشه، کم کم خودمون رو از آدما جدا میکنیم. نه، من شأنم این، من مهندسم، تو چی هستی اصلا جلوی من میای ادعا هم میکنی، حرفم میزنی، تو چی میگی اصلا، تو اصلا حالیت میشه چی داری میگی، بیا ببین من چی میگم، من چی دارم برات بگم. و همچنان که دارم این حرف ها رو میزنم، این فاصله هی زیاد 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 میگه، دستم کات بیرون میره، زیاد میشه. و این فاصله چیه؟ فاصله من از خدا. حالا نماز میخونی، حالا هزار تا کار میکنی. بچه میکروفونتون رو قطع کنی. خانم مریم هم یه سوالی پرسه. من آنتراک های میدم، از توی آنتراک ها لطفا سوالاتتون رو بپرسید که لب مطلب از دستم در نره. لطفا تو دفترتون این سوالا رو بنویسید. کنترل نداشتن رو حرف، رفتار و حرکاتمون به ما صدمه زیادی زد. چطور میشه لحظه به لحظه من متوجه خودم؟ خب الان لطفا از امروز این تکنیک STG رو که من با اختصاصی میگم بهش، وگرنه خب این STG برای اینه که شما آگاه بشید. دلیل اینکه چرا دارید اون کار رو انجام میدید رو از همیشه از خودتون بپرسید. این خیلی کمک میکنه. خب پس درد اصلیمون شد اونجایی که ما از خدا جدا میشیم. حالا وقتی ما از خدا جدا میشیم، خب یه خلایی به وجود میاد اون وسط که ما میخوایم برای پر کردن این خلا و برای اینکه نشون بدیم ما داریم یه کاری میکنیم، خودمون رو سرگرم میکنیم با یک چیزهایی بجز اون چیزی که من این بالا رو نشون میدم، چون نماده که میگیم خدا بالاست.
میگه وصل کردن خودمون با خدا. ما به جای اینکه بیایم خودمون رو با خدا وصل کنیم و با خدا مانوس بشیم، میایم از کارهای استفاده میکنیم و اون خلأ رو هی میخوایم با چیزهای دیگه ای پر کنیم. یکی نویسندگی میکنه، بچه من چیزای بد و مثال نمیزنم، فکر نکنین حالا استفاده از مواد و الکل و مشروب و فلان و فلان فقط الکل شماست. الکل یک کلمه است، این الکل شکلش تغییر میکنه، هر روز یه طوری میشه، یک بار خشمه، یک بار پرخوریه، یک بار مساج زدن زیاده، یک بار دست شستن زیاده، یک بار مطالعه کردن زیاده، یک بار غرور زیاده، یک بار خودشیفتگیه. هر چیزی رو این الکل جایگزین میکنه تا این فاصله کم نشه. الکل یا اون انجمنی، اسم اون انجمنی که شما دارید توش کار میکنید، باعث این فاصله شده، فاصله داره هر روز زیاد میکنه، و برای اینکه این فاصله شکلش کم بشه و هر روز کمتر بشه، باید شناسایی بشه. و راهکار شناساییش، چیزی که تجربه به ما اعلام کرده، چیزی که از بقیه من یاد گرفتم، خودم تجربه کردم، همین استیجیه. خیلی راحت با تکنیک استاپ تینکینگ اند گو میتونیم بفهمیم که داریم چی کار میکنیم. همین الان یه چیزی به ذهنم رسید که خیلی به درد میخوره. بچه ها توی این سه مورد رو یادتون باشه میشه. ما برای اینکه یک مورد رو یعنی پیدا کنیم درون خودمون و هوشیارتر باشیم و صابر باشیم و استیجی رو بتونیم بهتر عملی کنیم، این موارد رو بعد یادمون بمونه و باید تغییری در کل ماجرا به وجود بیاریم. حالا اون چیه؟ این سه مورد رو که میگم یادداشت کنید: یار بازی، توپ بازی و زمین بازی. اگر تو یک زمینی هستی و داری خیلی کارها میکنی و متوجهش نیستی، زمین بازیت رو عوض کن. اگر داری با یک سری وسیله ها کار میکنی و بازم هوشیار نیستی و متوجهش نیستی و میبینی ناراضی از زندگیت، خوشحال نمیشی، اون وسیله یا به قولی میگن توپ بازیت رو عوض کن. و در آخر باید یار بازیت رو عوض کنی. کسایی که متأهل هستن، منظورم این نیست که زنتو بذار کنار، منظورم این هستش که یک مدت تنهایی رو تجربه کن. کلن یار بازی، زمین بازی و توپ بازی رو بذار کنار و اون لحظه میری تو فشار. وقتی رفتی تو فشار، از خودت استیجی رو بپرس، وایسا از خودت رو دارم چی کار میکنم، و تازه متوجه اون خلل میشی. خیلی از خانوم ها، دختر ها، پسر هایی که سن کم دارن و تو سن کم دارن، خب منظورم از سن کم همین سن و سال 20 خورده ای 30 خورده ای هستش، و توی این سن و سال آدم تو خونه است، از خودش استیجی جواب نمیده، چون در کنار یار بازی، مادر پدر، زمین بازی، خانواده، خونش، وقتی همه اینا رو بکنی بذاری کنار و در تنهایی باشی، شاید یک سفر 5 روزه، 1 هفته‌ای، 3 روزه بتونه تو رو به خودت بیاره که اگر اینها نباشن استیجی چجوری کار میکنه، یعنی هوشیاری من چجوری کار میکنه، من به چیا وابستم. حالا حرف از وابستگی شد، ناخودآگاه حرف بیاره. پس وابستگی یکی دیگر از ذرایبی که ما متوجه میشیم که آیا مسکن داریم یا نه، به جز اون استیجی، وابستگی هامونه، که خب خیلی واضح در بعضی وقتا مشخصه که من وابسته. بچه خورد و خوراک و پوشاک رو استفاده نکن، نیازهای ابتدایی انسان هرگز وابستگی حساب نمیشن، مگر ابیوز کنی یا سوء استفاده کنی از اون وسیله، یعنی انقدر بخوری که بدونی پرخور، انقدر بپوشی که بدونی آقا چه خبرته، کجا داریم، هر روز مجلس عروسی می دعوتی اینطوری، یا آرایش کردن، اینا در حد تعادلش خوبه. حالا در حد تعادلش رو تو قدم 6 کامل درباره صحبت میکنیم، ولی الان یک مختصر توضیحاتی رو لازمه بدونید. پس قرار شد تو شرایطی که خیلی فشار روتون هست، از خودتون بپرسید که دارم چی کار میکنم.
بچه نگران نباشید، تنها نیستید. خیلی موارد هستش که ما بهشون وابسته هستیم. راه رفتن، کفش پوشیدن، مدل راه رفتن، مدل اخم کردن، مدل حرف زدن، به ساده ترین چیزهاتون میتونید گیر بدید، از خودتون بپرسید. نگران نباشید اگر چیزهایی که دارید استفاده میکنید زیاده. نگران باشید که از این به بعد که آگاهی دارید نتونید اونها رو مدیریت کنید یا کنترل کنید، فرقی نداره اسمشون. چرا به یه بچه کوچولو عروسک میدیم؟ برای اینکه اون خلأش رو پر کنیم و تنهاییش رو پر کنیم. اگر از شما شغلتون رو بگیرن، خونتون رو بگیرن، موبایلتون رو بگیرن، پولتون رو بگیرن، اون ماهواره رو بگیرن، تلویزیونتون رو بگیرن، چه اتفاقی برات میفته؟ حالت بد میشه. نمیخوام اینطوری فکر کنی که نه دیگه وابستگی موقع میذارم کنم، وابستگی خوب و بد نده، در باید خوب و بد جلسه بعد صحبت میکنم. اگر این وسیله ها رو از شما بگیرن چه اتفاقی برای شما میفته؟ حالت بد میشه. ولی اگر در حد تعادل اینها رو داشته باشی، مثلا موبایلت رو داشته باشی که یه تماسی بگیری، حالا کسب و کار تو اینستاگرامه اونو درست کنی و اینا، همین، در همین حد داشته باشی و بتونی وسیله تو زندگیت رو مدیریت کنی، اوکی میشی دیگه. ولی اگر بیشتر از اون داشته باشی و هر روز داری وقت تو الکی با اینا صدر میدی، داری فیلم الکی میبینی، داری نمیدونی از سر ندونستن، از سر اینکه خلع داری و نمیدونی چی کار کنی، داری اونها رو استفاده میکنی، اینها رو بنویس در لیست وابستگی هات، اینها رو بنویس در لیست مسکن هات. اگر همه وسایل رو از تو بگیرن تو باید حالت خوب باشه، حتی اگر کاری نداشته باشی. بچه من توی زمانی بود که واقعا هیچ کاری نداشتم، با مربیم، کسی که ازش یاد گرفته بودم، حسن آسایش، همتون میشناسیدش، صحبت میکردم، گفتم حسن جان چی کار کنم، گیر کردم، نمیدونم بعد چی کار کنم. به هم اینو برای بچه هایی میگم که دوازده قدم چندین بار گذروندن. برگشت به من یه حرف قشنگی زد، گفتش علی شاید نباید کاری بکنی، چون تو میخوای همش یه کاری بکنی. بعد اونجا بود که آگاه هم کرد که آقا تو به کار معتاد شدی، به کار وابسته شدی، کار ازت بگیرن حالت بده. من خیلی کار کردم روش، یک هفته وقت گذاشتم براش و فهمیدم بعضی وقتا نباید کار کنی. بعد اینجا بود که فهمیدم بعضی وقتا باید لذت ببری از زندگی بدون کار کردن. و چقدر خوب آگاه هم کرد و چقدر قشنگ به من آگاهی داد، کیف کردم. و این رو کسی میتونه بگه که خودش این درد رو کشیده باشه که وقتی کار نکنه حالش بد باشه، در صورتی که بعضی وقتا نباید کار بکنی. حالا با کمک هم دیگه میخوایم کم کم این عروسک هامون رو که گفتم زیاده روی در هر چیزی هستش رو بذاریم کنار. پول، شهوت، پرخوری، اصلا میریم، ببخشید من اینطوری میگم، من عذرخواهی نمی کنم معمولا، ولی چون خانوم هست باید مراعات کرد. تو تخت خواب میری با همسرت، از سر چی داری رابطه جنسی برقرار میکنی؟ اگه همسرت یکی دیگه باشه تو راضی تری؟ جواب خیلی از سوال ها تو ذهنتونه. پرخوری، اگر یک بار یک سیب زمینی هوس کردی که روش پنیر دیپ هم ریخته شده و خیلی خوشمزه است، یا بچه‌ای که تو سیستانن دور هم نشستن یه آبگوشت مفصل گذاشتن، آقا همون لحظه آبگوشت بریزه بشکنه بره تمام بشه، حالت گرفته میشه، وابسته شکمتی. اگه سیب زمینی میبینی بهش نمیرسی، یا تو دلت میگه ای کاش پول داشتم بهش میرسن، تو وابسته شکمتی. من دارم خیلی رک و رو راست با اتون حرف میزنم، اگه ماهوارت امروز خرابه، حالت گرفته است، وابستش. اگه دیدن فیلم و سریال حالت رو بد خوب میکنه و الان نمیتونی ببینی، وابستش. قرص میخوری، مواد استفاده میکنی، خشم داری، نمیتونی مدیریت کنی، قدرتت رو توی جایگاهی هستی قدرت داری و نمیتونی مدیریتش کنی، حالا وقتشه که حواست رو به خودت بیارم، تو وابستشی، حالتو خوب کن. اگر یک آدمی کنارت هست و با وجود اون آدم خوشحالی و اون آدم ازت بگیرن حالت بد میشه، تو وابسته اون آدم. و وابستگی همش به دلیل اون خلأ هست.
ما برای پر کردن خلأ روحانیمون از این جور ابزار آلات که محدود من اسمشون رو نام بردم که خیلی دیگه هم میشه مثل حیوان خونگی مبارزه چیه حسین؟ ما مبارزه نمیخوایم با این موضوع بکنیم، ما میخوایم الان بشناسیمشون، یه لیست در بیاریم، یه کاغذ بنویسیم که من این ایرادو دارم، این مسئله رو دارم، سیگار حالمو خوب میکنه، پرخوری، مشروب، چه میدونم، الکی خندیدن و بودن تو جمعها، احساسی رفتار کردن و خودمو مظلوم نشون دادن و اینا داره حالمو خوب میکنه. اگر اینا رو از هم بگیرن حالمون بد میشه. حال بد یعنی نداشتن اون حال خوبی که اونجا بودا. آیا خلع داری؟ آیا مسکن داری؟ وظیفته که توی این جلسه خلعت رو پیدا کنی، مسکنت رو پیدا کنی. و اما مسکن حتما بنویسید. بچه خانم مریم سوال خوب پرسید، وابستگی اونو بنویسید؟ بله حتما بنویسید. SDG، وقتی SDG از خودت میپرسی و نمیدونی چرا داری این کارو میکنی، یادداشتش کن، تو وابستش عادت کردی بهش، حواست نیست، هوشیاری تو داره از بین میبره. و اما ما مسکن یک ضریب خیلی مهم داره به اسم آلرژی و VR. بچه ها اگر همزمان درونتون آلرژی و VR برای اتفاقی دارید، بدونید اون اتفاق مسکنه. بزرگترین ضریبی که برای مسکن گفتن، مسکن اسمیه که ما روی وابستگی گذاشتیم که نمیتونیم کنترلش کنیم، مدیریتش کنیم، بهش میگیم مسکن. من ناخودآگاه خشمگین میشم، من ناخودآگاه مشروب دلم میخواد، دلم سیگار میخواد، دلم مواد میخواد، دلم قدرت میخواد، دلم ماهواره میخواد، دلم شهوت میخواد، روابط متعدد میخواد، دلم هزار تا چیز میخواد و نمیتونم خودم مدیریت کنم، احساساتم دست خودم نیستش. همزمان آلرژی و VR داری اگر اون کار رو انجام میدی. حالا چجوری؟ من دلم هوس پیتزا کرده، هر لحظه دلم پیتزا میخواد، اوکی؟ یعنی من وابسته پیتزا و میدونم که علت شکمی که من دارم و اندام بدی که من دارم به خاطر پرخوریه که من دارم. خانم زیبا خیلی دیر متصل شدی به ما، ولی امیدوارم که از تو گروه حذفت نکرده باشم. خیلی خوش اومدی، ما آخرهای جلسه قدم یک هستیم، ولی عیب نداره، من سعی میکنم این ویدیو رو یا فایل صوتی رو یه جوری به دستتون برسونم که بتونید استفاده کنید و از کلاس ها عقب نمونید. داشتیم اینو میگفتیم، من دلم حواس پیتزا کرده، امروز پیتزا میخورم، فردا پیتزا میخورم، پس فردا پیتزا میخورم. ببینی ها، عادت شده به خوردن پیتزا. این پیتزا خوردنه مسکن منه. چرا؟ چون من بهش VR دارم و اندامم به هم ریخته، حالم از اندامم به هم میخوره و هر قاچ پیتزا رو که میخورم روش سس زدم، پنیر پیتزای بسیار خوشمزه‌ای داره، گوشت خالص داره روش و و و و و و خیلی چیزهای دیگه‌ای که روش هست آلرژی منه. دوستانی که تازه اومدن لطفاً میکروفون هاتون رو خاموش کنید. خانم زیبا، خانم آقای مشتبا، لطفاً میکروفون هاتون رو خاموش کنید که تداخل صدایی نشه و این برنامه بتونه به بهترین شکل ممکن انجام بشه. پس آلرژی شد حال بد من، VR شد نیاز من به حال خوب. من نیاز دارم که مشروب بخورم تا حالم خوب بشه، ولی وقتی میخورم هزار تا کار بد میکنم، هزار تا ناخوشی در من به وجود میاد. من نیاز دارم روابط متعدد بذارم، چون به خودم گفتم من نیاز دارم، من انسانم، من مردم، باید 10 تا زن بگیرم، 7 تا سیغه ای، 8 تا سیغه، چه میدونم این چیزا. پس ویارته، این ویاره که نیاز به اون پیدا، و وقتی استفاده میکنی چون از روی VR یه کاری انجام دادی، نمیتونی بعد از اون اتفاق رو خوب مدیریت کنی. حساب کن اگر ما یه بار پیتزا بخوری خیلی خوش میگذره بهت، مزهش تا روزها زیر دهنته. همین مثال رو تو رابطه مدیریت شده 12 قدمی مثال میزنم، همین رو در استفاده درست از پول، قدرت یا خشم و چیزهای دیگه، غرور، در استفاده درست از غرور که اگر درست استفاده کنی بعدش انگار با کل دنیا یکسان شدی، یک نواخ شدی، یک مسیر شدی. و این جذابیت 12 قدمه که تو میتونی از مسکنت استفاده کنی، ولی آگاهانه. تو باید آگاه باشی از چیزی که داری استفاده میکنی، چرا داری استفاده میکنی. تو دوست دارم، دوست داری، پس مسکنته.
اگر جواب سوالهاتون دوست دارم دلم میخواد به تو چه هست، بدون که مسکنته و خیلی ضعیفی و خیلی جای این کار جای کار داری. البته خود منم تا دلتون میخواد اینجور چیزا دارم. هیچ کس نمیتونه بگه مسکناش تموم شده. مسکنا به هیچ عنوان تموم نمیشه. حالا کاغذ قلمتون رو بردارید و شروع کنید بدون اینکه غرور داشته باشید نسبت به خودتون، یک بار دیگه خودتون رو بررسی کنید. ببینم دیگه چی میمونه. بچه یه دو دقیقه استراحت داریم، اگر سوالی دارید بپرسید. خب سوالی نیست، مرسی ازتون. یک مورد دیگه بگم بچه ها، هر چقدر این مسکنی که دارید استفاده میکنید بیشتر درونتون شکلی گرفته باشه. رسول جان خیلی خوش اومدید، لطفا سایلنت کن ما صداها تو هم نره. هرچی درونت بیشتر این مسکن حک شده باشه بیشتر طول میکشه تا پاک بشه. الان ببینم که صداش نیاد. خودتون لطفا رعایت کنید که میوت نشید. هر چی بیشتر این موضوع درون شما هک شده باشه بیشتر طول میکشه تا پاک بشه. به محض استفاده نکردن از مسکن فشار به مغزت میاد و مغز شروع میکنه به بهونه تراشی که تو باید الا و بلا این کار رو انجام بدی. بچه ها یک چیزهای خیلی ساده ای هستش، مثلا مثال میزنم من مجدد، مثلا این قطره چشم رو میبینید بچه، این میتونه وابستگی بیاره، حالتو خوب کنه. قطره چشم معمولی داروخانه بری رایگان که نمازه هزار تا دو تا میگیری یه قطره چشم میگیری. من 24 با کامپیوتر کار میکنم، این قطره چشم میتونه به من خیلی کمک کنه. چرا؟ چون چشمم رو داره از آسیب هایی که جلوش میخورم کنترل کنه، مدیریت کنه. ولی اگر از این زیاد استفاده کنم و نتونم اینو مدیریت کنم هیچ وقت نمیتونه حالم خوب بشه. ازتون میخوام که مسکن هاتون رو پیدا کنید و اگر حالتون بده مدام از خودتون بپرسید که چیه که من نمیدونم، چی داره اذیتم میکنه، و اون چیزی که اذیتتون میکنه رو پیدا کنید و بدونید که راه مشترکه، مسیر مشترکه، مسیری هست که با هم داریم طی میکنیم و بسیار قراره بهمون خوش بگذره و با هم قراره کلی کیف کنیم، چون هممون هم مسیریم. درد هممون درد جداییه، چون که الکل استفاده میکنه، چون که شهوت داره، چون که پرخوره، چون که هزار تا بیماری دیگه داره. اوکی بچه ها یه خواهش دیگه هم ازتون میکنم، تو معرفی کردن خودتون توی این گروه لطفا رسول جان شما هی میری میای عزیز من، لطفا اینترنتتو درست کن که این مشکل نداشته باشیم، بعد میوت هم بکن لطفا. صدای منو داری رسول؟ بله بله. لطفا میوت کن. خب داشتیم اینجا میگفتیم که پیدا کردن مسکن. پس شد مسکنمون رو از امروز تا هفته آینده شروع میکنیم پیدا کردن. من اول دوست داشتم، یعنی دلم میخواست که این قدم ها رو خیلی مختصر خلاصه وار شروع کنم، تا قدم 3 هر شب پشتم رفتم، ولی دیدم این ممکنه جوابگو نباشه، ممکنه اون جذابیت و هیجانی که و بازخوردی که برای هممون داره رو نداشته باشه. بابت همین تصمیم گرفتم که خیلی رسمی جدی با کمک هم دیگه اینو شروع کنیم. خب بچه این نکته رو بنویسید، چون نمیدونیم برای هر دردی چه مسکنی استفاده کنیم. ای بابا رسول جان چی کار میکنی؟ سر و صدا ایجاد میکنی؟ دو تا رسول شد. خب چون نمیدونیم برای هر دردی چه مسکنی استفاده کنیم، ممکنه برای دردی که داریم
مسکن بزرگتری استفاده کنیم. خیلی قشنگه این جمله، چون ما دردمون نمیدونیم چیه و از مسکن استفاده میکنیم و برای دردی که داریم هی مسکنمون بزرگتر میشه. به عبارتی هرچی مشکلمون بزرگتر میشه مسکنمون مصرفش بیشتر میشه. با ازتون خواهش میکنم به محض اینکه فهمیدید با تکنیک هایی که بهتون گفتم، با آگاهی و روش ها و تجربیاتی که امروز بهتون گفتم، لطفاً فقط مسکنتون رو قطع کنید. قطع کنید، با غم بذاریدش کنار. هر چیزی که هست، میخوام یک هفته بدون مسکن زندگی کنید. بعد از این یک هفته جوابهاتون رو به من بگید، بگید مسکناتون چی بوده. من اصلا اسمم نمیخونم، بچه ها اینجا بنویسید که مسکنام چی بوده. من یکی یکی اینجا چیز میکنم، میخونم بدون اینکه اسمها باید بدونم و ازتون سوال میپرسم. هفته بعد یک سری سوال جواب داریم اولش، بعد خوب بریم جلو. یه ساختمونی داره میسوزه، علتش مهم نیست، فقط عاملش رو پیدا کن و میگم علتش مهم نیست، فقط خاموشش کن، فقط آتیش رو خاموش کن. این ساختمون خود شما هستید که دارید میسوزید و وقتی متوجه میشید که هوشیار باشید. علتش مهم نیست، فقط خاموشش کن. نمیخوای بدونی که چرا داریم، چجوری شده که داری مشروب استفاده میکنی، چجوری شده که داری مسکنت رو استفاده میکنی، چرا من دارم این کارو میکنم. اینش مهم نیست فعلا. فعلا فقط قطعش کن، پیداش کن، قطعش کن. خیلی راحت. پس چی شد بچه؟ خلاصه امروز رو میگم، ما از خدا جدا شدیم، این جدایی برای ما خلأ به وجود اومده، خلأ نارضایتی وجود میاد و نارضایتی باعث میشه که ما دست به کارهایی بزنیم که نمیدونیم خوبه یا بده، نمیدونیم برای چی داریم انجامش میدیم. ممکنه وابسته شده باشیم و کارهایی انجام داده باشیم، اصلا اینا مهم نیستش. الان تنها چیزی که مهمه یه لیست در بیاری از تمام کارهایی که کردی و شده مسکنت، که آلرژی و ویار داره درونت و داره تو رو کنترل میکنه و اراده تو رو از بین برده و ذهنت رو تحت کنترل خودش قرار داده و تو شدی برده اون و و و از جور حرفا، و اونو پیدا میکنی و قطعش میکنی. اولین مسیر، اولین کار، اولین راه، اولین حرکتی که شما باید بزنید قطع کردن اون مسکن است. خیلی بی‌تعارف میگم، بی پرده، قطعش کن، تمومش کن، دست بردار ازش. هر چی که هست، هر چی که میتونه باشه. گفتم تکنیک استیجی رو یاد دادم بهتون، اینتگریتی رو یاد دادم، سابرنیتی رو یاد دادم، یاره بازی، توپ بازی، زمین بازی رو بهتون یاد دادم و اینها میتونه به شما کمک کنه. جلسه امروز رو به پایان میرسونم. لطفاً بچه ها هر جلسه رو یه ساعت، یه ساعت و نیم برگزار کنیم. سر تایم باشید، حضور داشته باشید و بعد از اینکه جلسه تموم شد در یک جای آرام یک دو سه دقیقه نفس بکشید و تا به تعادل برگردید. توی کلاس های 12 قدم تا قدم 3 همه ماسک های خوبی میزنیم رو صورتمون که تو جلسه حالمون خوبه، واو چقدر من خوبم، چقدر انرژی خوبی دارم، چه پتانسیل خوبی دارم. من همینجا بهتون اعلام میکنم، من نه به کارما اعتقاد دارم، نه به انرژی اعتقاد دارم، چون این چیزهایی هستش که تازگی ها به وجود اومده، 10 سال 15 سال بیشتر قدمت نداره. و اصل موضوع رو فراموش نکنیم، جدایی از اون خدایی هست که ما را آفریده و باید بدونید که اون هست که ما رو خلق کرده. قدم 3 بیشتر دربارش توضیح میدم. الان فعلا دارم بهتون یه پک میزنم یا به قولی میگن انگولکتون میکنم تا یکم همچین متوجه بشید که اصل ماجرا چیه و قرار چی کار کنید. دوستان به امید خدا هفته آینده جمعه، هفته آینده ساعت 21:30 یا 9:30 شب قدم ها رو با هم دیگه جلو میریم. قدم 2 رو میخواییم کار کنیم، قدم مفصلی هست. قرار روان رو بشناسیم، قرار مغز رو بشناسیم، تکنیک های مغز رو بشناسیم. باید به هم قولهای جدیدی بدیم و در کنار هم از هم یاد بگیریم. لطفا اگر سوالی دارید این نواخری بپرسید از من و اگر سوالی نیست که تموم کنیم این جلسه رو.
خواهش میکنم، کار خاصی نبودش، امیدوارم که مفید واقع شده باشه و تونسته باشه بهتون کمک کنه. دوستان سوال ندارید؟ همه چیز اوکیه، مشخص واضحه؟ شب شما هم بخیر. بچه تو گروه فعالیت کنید لطفاً، دوستانی که امروز امشب توی جلسه بودن تو گروه خودشون رو معرفی کنن، در حد معرفی ساده، من فلانی هستم، همین که من داشته باشم که وقتی خواستم اعضای دیگر رو دیلیت کنم که فعال نیستن، شماها دیلیت نشید به اشتباه. ممنون ازتون، امیدوارم شبتون خوش باشه، ایامتون پر از خوشی و پر از برکت. خدا نگهدارتون.